هیچ چیز ارزشمند در زندگی آسان به دست نمی آید. تنها راهی رسیدن به موفقیت و پیروزی در زندگی تلاش و پشتکار می باشد. سلام و وقتتان بخیر. در این گزارش در مورد تلاش و پشتکار پرداخته ایم. امیدوار هستم تا آخرین دقایق این گزارش همراهی مان بکنید. خب تلاش و پشتکار بودن اثرات خود در زندگی ما داره. اگر انسانایی که میخواین موفق باشن در قله های کامیابی دسترسی پیدا کنن، باید همیشه وقت تلاش و پشتکار داشته باشن. متاسفانه ما در افغانستان کسایی را داریم که زیاد پشتکار ندارن یا تلاش نمی کنن، این مطالعه کافی ندارن. با او خاطر اگر اینا واقعا در زندگی میخواین اهدافی داشته باشن، تلاش بکنن و تلاش چیزی است که انسان را به قله‌های موفقیت میرسانه. باید در زندگی خود هدف داشته باشن و بدون هدف هیچ کار انجام ندن و وقت خود را هیچ وقت قدر ضایع نکنن، به خاطر که مهمترین چیز در زندگی ما که است وقت است که از طلا هم که بر ما ارزشمندتر است و بدون همین پشتکار و تلاش که است زندگی بیفایده میشه. تلاش و پشتکار یکی از موضوعات اصلی است که هر جوان میتونه به خاطر رسیدن به اهداف چی طویل مدت چی کوتاه مدت داره برسه. هیچ انسان بی هدف نیست، اما رسیدن به یک هدف نیاز به تلاش پشتکار داره. تلاش هم میتونه که قبلی باشه، تلاش قبلی دستاوردهای تلاش های جاری رو به وجود میاره، تلاش های جاری نتیجه دستاوردهای تلاش های بعدی رو به وجود میاره. در اصل تلاش های بعدی میتونه به اون اهداف هایی که از قبل در هر ماه در هر روز تعیین کرده و گزینه به گزینه برسه و راههایی که نرسیده هم موانعش از قبل بررسی کرده و او را چی میکنه؟ موانع از قبل دور میسازه. هر جا که هستید، همانجا نقطه آغاز است. تلاش بیشتر امروزتان سازنده فردای شما است. این بود گزارش امروزی ما که در مورد تلاش و پشتکار تقدیم شما ایزان کردیم که دیدگاه اساتید و دانشجویان را در این ارتباط داشتیم. تا گزارش های بعدی که باز هم با یکی از موضوعات خوب روز نسیر احمد شریفی حضور شما برمیگرده، هر یکتان بلای پاک امانت می سپارم. خدا نگهدارتان.